با سلام به شما بینندگان عزیز برنامه نگاه به چپ، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده دیدن برنامه نگاه به چپ در سال 1399 باشید. من کیان آذر هستم، به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت خوب باشه و آماده باشی که برنامه نگاه به چپ رو مجدداً پیش ببریم. بله بله، گفتی اولین برنامه سال 1399، من اصلا یادم رفت بود که الان ایام عید، ظاهرن عیدی چیزی باقی نمونده با این کرونا دیگه، هیچ کس فکر این چیزا لاغر، من که اصلا خاطرم نبود تا الان گفتی اولین برنامه. به هر حال بابت ادای احترام و ادب هم که شده باشه باید سال نو جدید رو تبریک گفت و امیدوار بود که سال وحشتناکی که اینجور شروع شده لااقل به خیر بگذره. بله، همه چیز تحت تأثیر، البته اینو باید گفت که چند ماه هست ایران تحت تأثیر مسائل مختلفی بوده. توی مثلا 5 ماه گذشته مرتبا مسائل مختلفی مثل کرونا اتفاق افتاده، آخریش الان کرونا هست که مردم ایران دارن و همچنین مردم جهان باش دست و پنجه نرم میکنن و بسیار هات هم شده، که حالا اتفاقا موضوع برنامه این برنامه همون در رابطه با همین مسئله کرونا ویروس هستش که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. بر ترتیب مسئله هست که الان ساعت به ساعت در مناطق مختلف جهان در رابطه با اون صحبت میشه. میشه گفت تنها خبری هست که به صورت مثلا متناوب در صدر اخبار وجود داره، نه برای یه چند روز و چند هفته، الان مدت زیادی هست که به این صورته. بسیاری از کشورها در قرنطینه به سر میبرن و به هر ترتیب مشکلات بسیار زیادی ایجاد شده. میخوایم بپردازیم به این مسئله که اساسا این اتفاقی که باهاش روبرو هستیم و شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر زندگی انسان خواهد گذاشت و به اصطلاح زوایای مختلف به این مسئله بپردازیم. البته کیان، چون نگاه به چپ یک به اصطلاح برنامه ویژه بوده همیشه و مخاطبش چپ اجتماعی، فعالین چپ اجتماعی بوده و مسائل رو مورد توجه قرار میداده که به اصطلاح موزل فکری یا موزل مبارزاتی این بخش از جامعه بوده، یعنی چپ اجتماعی و فعالینش، و همیشه اگه مسئله در این رابطه نبوده ما کمتر برنامه بستیم، اگر مسائل زیاد بوده بیشتر برنامه بستیم. و الان خب کرونا مسائل خیلی اساسی و تعیین کننده ای رو مقابل بشریت قرار داده، یعنی من که به عمر خودم بیاد ندارم که اینقدر مسئله حاد و جدی و فکر برانگیز باشه که کرونا ایجاد کرده، یعنی بشریت رو در مقابل سوالات اساسی قرار داده. و فکر میکنم طبعا فعالین اون چپ اجتماعی که ما همیشه مخاطبون بوده و همیشه تو مسائلی مثل کرونا این فعالین درگیر بودن و در خط اول بودن، برای مثال در فرض کنید اگر زلزله بوده، ما راجع به زلزله یادم لاغر یه برنامه داشتیم، حالا تو بهتر یادت میاد که خطاب به همین فعالین چپ اجتماعی که چه باید کرد توی همچه اوضاع احوالی، و الان هم کروناست و طبعا مسئله همه است، همه دنیاست از جمله این فعالین این چپ اجتماعی، و مطمئنم هم درگیرن در کمک رسانی، در ایجاد به اصطلاح تشکل ها و نتورک های همیاری مردمی برای مقابله با این وضعیت، و طبعا مقابله با جمهوری اسلامی که خودش همدست کروناست و کنار کرونا وایستاده و باید با اونم مبارزه کرد. خواهم میگم دلیل این که ما توی نگاه به چپ به این موضوع میپردازیم مسائلی هست که این وضعیت جدید ایجاد میکنه و بعد راجبشون حرف زد. دقیقا مصطفی، از چند جنبه فکر میکنم خوبه بپردازیم به این مسئله. یکی خب شرایط ایران هست، یعنی کل دنیا رو که الان میبینیم در رابطه با ویروس کرونا اینجوری شده، خود ایران یک اصلا کاملا مجزا است، اصلا باید
کاملا جداگانه بررسی کرد و اون نکاتی که در رابطه با سایر به اصطلاح مناطق دیگر دنیا هست، حتی توی خود خاورمیانه وقتی بررسی میکنیم، باز ایران رو با توجه به حاکمیت جمهوری اسلامی باید به نظرم جداگانه بریم سراغش. و یک جنبه دیگه، شرایط که وقتی که یه همچین اتفاق میفته تو خود دل وقوع این اتفاق و شیوعی که داره صورت میگیره، بررسی کردن این مسئله به نظرم مهم هست. و یکی هم دوره بعدش هست، و حالا به هر ترتیب اگر این دوره رو بگیم به پایان میرسه، بعدش چجوری خواهد، یعنی چه روندی رو شاهدش هستیم، جامعه بشری با چه روبرو خواهد شد، که اونم خودش یک موضوع مهم هست به نظر من. یعنی تأثیراتی که این دوره داره فقط مربوط به عنوان یک بیماری در همین دوره و مشکلاتی که به وجود میاره نیست، به اصطلاح تأثیرات پایدارتری رو خواهد گذاشت توی زندگی بشر، که اونم خوبه اگر وقت بشه به اون مسئله هم بپردازیم. آره، من فکر میکنم بیشتر از یه برنامه احتمالا احتیاج داریم، و این برنامه هم طبق معمول ما حدود نیم ساعته. منتها این تقسیم بندی که تو کردی به نظرم تقسیم بندی خوبیه در رابطه با ایران. برای مثال یه مثال بزنیم شاید قضیه رو خیلی روشن بکنه. همین امروز اتفاق افتاده یا دیروز اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی جلوی پزشکان بدون مرز رو گرفته، میخواستن بیمارستان صحرایی توی اصفهان بنا بکنن و برپا بکنن، جلوشون رو گرفته، گفته ما ارتش و بسیج و اینا داریم، احتیاج به شما نداریم. یعنی این وضعیت جای دیگه دنیا من خبر ندارم اینجوری باشه که جلوی پزشکان بدون مرز رو بگیرن که ما ارتش و بسیج داریم، به شما احتیاج نداریم و بریدیم. یا مثلا خامنه‌ای میاد میگه که این کار جنوئنس توتری معلیه نژاد ایرانیه، نمیدونم ژن ایرانیه، نمیدونم از اینجور حرفا رو میزنن که اصلا غریبه. یعنی چیز وحشتناک غیر قابل باوریه که یک رژیمی اینقدر عجیب غریب و نچسب و بیپایه باشه که توی کرونا باز مسئلهش این باشه که سپاه و ارتش و ایناش بیان مقابل مردم رژه بدن که یعنی ما هستیم، در قدرت هستیم. و هیچ جای دنیا جلوی پزشکان بدون مرز نمیگه، مگه طالبان؟ فکر کنم فقط میشه با طالبان مقایسه کرد. یعنی همچه وضعیت توی ایران داریم که باید یه بحث جداگانه سر اون داشته شد. نمیگم حتما توی این برنامه بپردازیم، ولی من فکر میکنم شاید واسه شروع این برنامه هامون بهتر باشه که یه مقدار پایه‌ای‌تر، یعنی بنیادی‌تر، این کرونا خیلی چیزا رو زیر سوال برده، همه مقدسات جامعه حاضر رو زیر سوال برده، از مذهبش گرفته، از بازار آزاد و اینکه بله بازار همه کار رو درست میکنه گرفته، ناسیونالیسم رو زیر سوال برده، همه تلقیات همه دولت مردا و سیاست مدارا رو یک جا زیر سوال برده. یه جوری حالا جمهوری اسلامی که همطور که تو گفتی اصلا یه چیز عجب غریبه، ولی جاهای دیگه هم سوالات خیلی اساسی مقابل انسان‌ها قرار داده، و به نظرم خوبه که از این سر شروع مجلسه سر عمومی‌تری تا اینکه حالا مشخص به مثلا خود جمهوری اسلامی بخواد بپردازیم. مصطفی، اولین سوالی که من حداقل باهاش برخورد خیلی کردم و نه فقط توی مثلا فضای فارسی زبان‌ها، غیر فارسی زبان‌ها، توی علل عموم فضای جهانی، توی شبکه‌های اجتماعی باهاش برخورد کردم، این مسئله هست. یک علامت سوال بزرگ جلوی سیستم حاکم، جلوی نظام حاکم گذاشته میشه که چرا دلیل این که جامعه بشری که این سیستم بر ترتیب توش حاکم است، مناسبات سیاسی اقتصادی این نظام حاکم هست، چرا آمادگی این پروسه رو نداره، نمیتونه با این پروسه به اصطلاح با آمادگی برخورد بکنه. چند تا مثال میخوام بزنم در رابطه با این مسئله، در رابطه با تبلیغاتی که انجام گرفته توی سالهای گذشته مداومن، مخصوصا حالا بحث من در رابطه با حتی آفریقا نیست، در رابطه با خاورمیانه نیست، در رابطه با اتفاقا بخشهایی از دنیا است مثل اروپا، آمریکای شمالی، این بخشهایی که بر ترتیب به اصطلاح سرمایه‌داری همیشه به عنوان الگو جا
جلوی بقیه دنیا میگذاشت این هستش که چرا این همین بخش ها اصلا آمادگی این پروسه رو ندارن؟ آیا این همه تبلیغی که صورت گرفته بود که سرمایه‌داری این بهشت برین رو درست کرده در دنیا، این پیشرفته ها، این به اصطلاح تکنولوژی هایی که داره یکی پس از دیگری مرزهاش رو میشکنه و جلو میره، الان چرا در مقابل این پدیده این چنین داره برخورد میشه از طرف دولت ها؟ مشخصا اولین مسئله که وجود داره نظام پزشکی و درمانی و بهداشتی کشور، این کشورها یعنی اروپا و به اصطلاح آمریکای شمالی هست. چرا اینقدر ضعیف و ناتوان هستش در برابر به اصطلاح محافظت از انسانها در مقابل یک همچین ویروسی؟ نکته بعدی سازماندهی که این نظام پیدا کرده و دولت‌ها که نماینده سیاسی این نظام هستن پیدا کردن در راستای به اصطلاح آمادگی نظامیشون و اون به اصطلاح انباشتی که کردن از نظر نظامی، چرا اینقدر اصلا قابل مقایسه نیست با این سطح بهداشتی درمانی و پزشکی؟ یه نکته دیگه این که این حالا تو کلامت میزنم، همین نکته آخری که گفتی که آمادگی نظامی، آمادگی پزشکی، در تمام 30-40 سالی که من یادم میاد، یعنی در تمام عمر سیاسی که من یادم میاد، همیشه این خبر در رأس اخبار، در رأس حالا بخیر تو اخبار بوده که فلان چیزو دارن میزنن، مثلا همش هم برمیگرده به امکانات اجتماعی، به قول ولفر، دولت ولفر که صحبتش میکنه، تو خود غرب هم بوده و بالاخره بعد از جنگ مجبور شدن تحت شرایط اوضاع بعد از جنگ جهانی دوم دولت ولفر رو درست کنن و بهداشت عمومی. اینا در تمام این مدت عمر سیاسی که من دارم فکر میکنم همش اخبار این بود که فلان چیزو زدن، امکانات کمتر شده، بهداشت کمتر شده، هی از این زدن، تحصیل مجانی بود 40 سال پیش خیلی جاها، هی اونو چیزش کردن، به قول خود چیزش کالاییش کردن، حالا باید پول بدی، همش فقط این نبوده که هی دائم، میخوام یه نکته رو بگم، هی ارتشاشون و تسلیحاتشون و آخرین تکنولوژی واسه جنگ و اینا رو هی پیش بردن و کلی هزینه های بشری رو صرف اون کردن، فقط این نبوده که این کار کردن، بلکه از اون هزینه های ضروری که واسه زندگی انسان ها واسه بهداشتشون و رفاهشون دائما دارن میزن، سیاست های ریاضت کشی اقتصادی دائما یه رکن اصلیش این بوده که اتفاقا همین بهداشت این حرفا رو کم بکنن، کم. حالا یه هم میگن ما امکانات نداریم، ما به اندازه کافی دستگاه های تنفس مصنوعی نداریم که اگر 2000 نفر آدم در جا بخوان کلاپس میکنه و بعد تصمیم میگیریم کی بمیره کی بمونه، یعنی یه همچه چیزای وحشت. خواهم میگم تو تمام این ساله ما دائم با حمله به همون امکاناتی هم که قبلا وجود داشته بودیم، امکانات جدیدی وجود نیامده. من اینجوری باید توضیح بدم استاد برای اینکه روشن‌تر باشه، ما با یک روند، یعنی یه روند برعکسی نسبت به این دوتا پدیده روبرویم. بودجه‌های نظامی هر سال، سال به سال داره افزایش پیدا میکنه و بودجه‌هایی که دولت داره اختصاص میده به بخش درمانی، بهداشتی، پزشکی و مجموعه ای از به اصطلاح خدماتی که رو به شهروندان وجود داشت، که وقتی خود همون رو هم نگاه میکنیم میبینیم که توی یک سیستم به هر ترتیب نهایتاً یک سیستم، یک چرخش دولتی این داره انجام میگیره، یک سری مالیات هایی جمع آوری میشه و از دل اون مالیات ها میگن مثلا خدمات به اصطلاح تحصیلی، خدمات درمانی رایگان یا نسبتا رایگان داره داشته ارائه میشده. ولی نکته ای که وجود داره، ما با میبینیم این روندی که مثلا تو گفتی تو چند دهه گذشته سپردن همه اینها به بازار و به اصطلاح با عنوان ریاضت کشی اقتصادی، آوردن خصوصی سازی ها، چیز به اصطلاح پروژه ها و استراتژی هایی که ما چندین و چند بار تو برنامه نگاه به چپ در موردشون صحبت کردیم و سپردن همه اینها و کم کردن مسئولیت دولت در قبال شهروندان، در قبال انسان ها، توی به اصطلاح نگه داشتن یک استاندارد انسانی در رابطه با زندگیشون، که حالا یه بخش مهمش در رابطه با پزشکی، بهداشت، درمان است، یه بخشش تحصیلی است، یه بخشش بیمه های به اصطلاح بیکاری و
خدماتی که اجتماعی که ارائه می شده همه اونها کاهش پیدا بکنه، مسئولیت دولت کمتر و کمتر بشه و سپردن اونها به اصطلاح به بازار هرچه بیشتر و بعدم بودجه نظامی افزایش پیدا بکنه. این یه بخش قضیه است که یه بخش کلان و مهم قضیه است که داره این نظام خودش رو با این تداعی میکنه و الان مورد سوال قرار میگیره. یه نکته دیگه در رابطه با اینجا اشاره میکنم به توی اسپانیا بحث شده بود که گفته بودن چرا یک نفر که مثلا پرستار هست یا تو عرصه زیست شناسی داره مثلا اونجا تحقیقاتی انجام میده، شغلش اونجا هست، مثلا چرا اون باید 2000 یورو حقوق بگیره، مسی و رونالدو مثلا 700 میلیون بگیرن؟ اینجا این چه نظامی هستش که داره این چنین برخورد میکنه با جامعه انسانی و جامعه بشری؟ و گفته بود پس الان برید از مسی و رونالدو به اصطلاح بگید که جوابشون چیه در رابطه با این مسئله، بتونن مشکل رو حل بکنن. یعنی میخوام بگم چه به جنبه طنز. کیان مسی و رونالدو جزء آفتاب دوزای سرمایه‌داری هستن. میدونم من میخوام بگم که نه نکته‌ای که من دارم میخوام بگم بحث تو شبکه‌های اجتماعی، توی جامعه، تو دل جامعه. آره ولی تو همون دل جامعه باید گفت که چرا هر سال که میگذره تعداد بیلیونرایی که ثروتشون به اندازه نصف جهانی داره کمتر، یعنی تعداد کمتری تمام ثروتش من اندازه نصف ثروت جهانه. و هی قبلا هم میشد توی یه دونه نمیدونم اتوبوس دو طبقه بذاریش یواش یواش داره میشه به اندازه ماشین فلوکس که 5 6 نفر آدم به اندازه نصف دنیا. یعنی این بذار اینجوری بگم، جنبه پزشکی و خدمات پزشکی و نبود و اینا یه وجهشه که صحبت کردیم. یه وجه دیگه‌اش اینی که الان به ناگاه ما داریم میبینیم که این ویروس کرونا باعث میشه که خیلی اقتصاد همینم که هست، همین با همین ریاضت کشی با همین بدبختی که آدم ها داشتن که زندگی میکردن همینم قطع میشه. یعنی الان اگر این دو ماه سه ماه ادامه پیدا کنه بیلیون ها آدم سراسر دنیا بیکار میشن. اینجوری نیست که ربطی هم به این نداره که حالا مثلا توی شهر من مثلا چند نفر الان کرونا دارن. اقتصاد میخوابه، وقتی اقتصاد بخوابه سیستم مزدیه دیگه، شما زندگی نمیتونی بکنی مگه اینکه مزد بهت بدن و بعد بری یه جای نیروکارت بفروشی تا بهت مزد بدن. اینم میخوابه. اون وقت حالا خلیه رو باقالی که شرز کنم، فقر و بدبختی و بیچارگی بار کن که این ناشی از چیه؟ ناشی این که این سیستمی که مبتنی بر بردگی مزدیه و در مقابل و بر بازار و در مقابل اینجور شرایط جواب نداره. جوابش اینه که تو خونه هاتون بشینید و بعدم با بدبختی و بیچارگی بسازید. میخوام میگم کرونا بشریت رو مقابل یک چیزی قرار داده که ناگزیره به سمت سوسیالیسم و کمونیسم بره. اینو من اول بار ژیژاک با فکر کنم تو همین ماجرا که مجبورید که برید دنبال سیاست ها، مجبورید بازار رو بذارید کنار، مجبورید این سیستم بردگی مزدی رو یه کارش بکنید. این با این نمیشه زندگی کرد، با این نمیشه مقابل یه همچه مسائلی مقابله کرد. یعنی خود طبیعت، خود ضرورت زندگی بشر و اینکه بشر زنده بمونه الان اومده روی به اصطلاح میز همه و سیستم بازار، سیستم بردگی مزدی، سیستم سرمایه‌داری نمیتونه به این جواب بده. نه به بهداشتش میتونه جواب بده، نه سیستم اقتصادیش میتونه زندگی واسه انسان‌ها فراهم بکنه که همون حداقل هم بشه. حتی تو آمریکا ترامپی که همه میدونن خودش یکی از این بیلیونرهاست و طرفدار اوناست، از این صحبت میکنه که به هر نفر یه پیچک $1000 بدیم. حالا چقدر این هم توافق نکردن و احتمالاً هم نمیدن، ولی حتی اونا مجبورن بیان یه حرفایی بزنن که خلاف بازار، خلاف سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و چون الان توی خنس گیر افتادن و میدونن که مردم چقدر خشمگین میشن از این سیستم، خودشون هم دارن از این حرفا میزنن. خواهم میگم این وضعیتی که کرونا ما رو مقابلش قرار داده. چون قسمت پایانی وقتی هم نمونده، مصفه کنم 5 دقیقه به پایان برنامه مونده، به هر حال هر چقدر این
مسئله کرونا ویروس ادامه پیدا کنه. ما هم اشاره کردیم که برنامه خواهیم داشت و سعی میکنیم از ابعاد مختلف بپردازیم بهش. اما نکته ای که حداقل به این بحث فعلی ما برای جمع‌بندیش به نظرم باید انجام بدیم، الان خود یعنی ما رویکردی رو که شاهدش هستیم داره اتفاق میفته، زیر سوال بردن این نظام هست که از ابعاد مختلفی ما میبینیم داره تو شبکه‌های اجتماعی، در به اصطلاح محافل، در بین مردم داره زیر سوال میره. تو اشاره کرد، الان مثال مذهبیشو نزدیم که از نظر مذهبی چجوری داره زیر سوال میره، که نمونه های بسیار زیادی تو همین دو هفته سه هفته گذشته اتفاق افتاده، نه فقط در رابطه با ایران، توی اروپا اتفاق افتاده. ناسیونالیزم هم همین به اصطلاح شامل همین مسئله میشه. خامنه ای میاد میگه که این ویروس ساخت و پرداخته آمریکاست، آمریکای کاریایی که دستکاری کرده که ایرانی ها رو، خود ترامپ هم میگه ویروس چینی. ترامپ هم از اون من میگه ویروس چینی، یعنی افتضاح و کثافتی که ناسیونالیزم داره و تو این ماجرا جلو چشم همه قرار میگیره که وقتی بری رو این خط که ملت من ایران چه میدونم چون ایران مواشد من مواد، رو این خط تا بری ناگزیر به همینجا هم میرسی. مصطفى من فکر میکنم که الان وارد این ابعاد نشیم چون نمیتونیم بحثشو باز بکنیم، خیلی الکن میمونه. به نظر من همین یعنی مهمترین مسئله‌ای که الان توی این برنامه باید گذاشت روی میز همین دسلاب سرمایه‌داری کجایی ایستاده و جامعه بشری رو کجا برده. قبلا مثلا عنوان میشد محیط زیست رو داره نابود میکنه، کره زمین رو داره نابود میکنه و اون خیلی خب خطرناک هم هست. هنوز اینجوری نیستش که خود همین کرونا ویروس هم مال چیزه، مال همین تغییر محیط زیست. همین رو میخوام بگم، میخوام بگم که ولی الان ما میبینیم ابعاد دیگری از این بحران داره خودش رو نشون میده که وقتی اتفاق میفته هیچ به اصطلاح مسئولیتی در قبال جان انسان ها وجود نداره، به خاطر اینکه کل این ساختار این سیستم جوری شکل گرفته، جوری آرایش پیدا کرده که بر مبنای سود بوده، بر مبنای به اصطلاح استثمار بوده و اون به اون شکل خودشو به اصطلاح آرایش داده. و الان میبینیم که دوچاری، یعنی شما به جامعه جهانی که نگاه بکنی میبینی جامعه جهانی دوچار کلپس داره میشه. و تو دل این ماجرا مثلا ما حتی با رویکرد دولت‌های روبرو هستیم که میخوان سهام رو به قول خودشون نجات بدن، بازار رو نجات بدن و حاضر نیستن بیان پای حتی اقداماتی که مثلا جای دیگه‌ای که مثلا آلمان، ایتالیا که وقتی وضعشون وخیم شد و دست به قرنطینه سراسری زدن، دیدن اگر جلوی یعنی نیان پای این مسئله امکان داره وارد یه پروسه بسیار وحشتناکی بشن و نتونن جمعش بکنن توی چند ماه که جامعه بتونه دوباره برگرده به اون به اصطلاح شرایطی که بتونه همون ساختار سرمایه‌داری رو بتونه جلو ببره. ولی ما مثلا با رویکرد دولت انگلیس حتی روبرویم، دولت سوئد رو روبرویم که زیر سوال داره میره که چرا. وقتی علت یابی میشه به خاطر نجات سهام، به خاطر نجات بازار، صحبتایی که خودشون مثلا توی هفته گذشته انجام دادن که گفتن جامعه باید توی همین حالت بمونه و ما از طریق دیگری غیر از قرنطینه بتونیم کرونا ویروس رو به اصطلاح شکست بدیم. یعنی میخوام بگم که به ابعاد مختلف نگاه میکنیم توی این دل این قضیه، میبینیم که این به اصطلاح نظام هیچ گونه استراتژی نداره برای مقابله با یه همچین شرایطی، به خاطر اینکه اصلا توی این جهت خودش رو سازمان نداده. همین الان سرویسی که دارن، همون طبقاتی که دارن بهره‌مند میشن از خدمات پزشکی متفاوت هست از کل جامعه که مثلا ما داریم میبینیم. یعنی میخوام بگم که ما تو سطوح مختلفی با این بحران روبرویم که نظام سرمایه‌داری بشریت رو در مقابل یک انهدام سراسری قرار داده. حالا بذار اینم بگیم، این درست، این در مقابل این قرار داده، ولی راه حل چیه؟ راه حل اتفاقا چیزی که همین امروز جواب میده و باید شروعش کرد.
اونم راه حل اینه که خود مردم همه جا بیان و اختیار خودشون رو به دست بگیرن، یعنی در مقابل بازار، در مقابل سرمایه‌داری، در مقابل دولت‌هایی که مسئول نیستن و یا دغدغه‌شون نجات سهام بورس و سرمایه‌داراست و اینا، خودشون بیان زندگیشون رو به دست بگیرن، خودشون بیان همه جا بخوان که برای مثال بگن که باید دولت به همه آدمای جامعه کمک کنه، چه کار دارن، چه بیکارن، چه هر وضعیت سرشون اومده توی این جریان کرونا وایرس، کمک کنه زندگیشون رو بچرخونن. باید بلاعوض به همه مردم بدن. واما رو باید قطع کنیم، مرگجا رو باید قطع کنیم، شهری ها رو باید قطع کنیم و اقداماتی که مردم خودشون اختیار زن از به سرمایه‌دارا تکس ببندید، با مالیات های شدید ببندید، اونا باید از لطفاً از اون بیلیون ها بیلیون ها بیلیون ها بیلیون ها دلارشون کوتاه بیان تو این حوزه. اول خرج ارتش و این حرفا رو قطع کنید، بدید دست مردم، به زندگی مردم برسه، به تحصیل و به بهداشت و به معیشت مردم برسه. و این کاری که تو ایران به خصوص باید این کار کرد، تو ایران، حالا کل جهان رو بذاریم کنار جای دیگه، تو ایران مقابله با کرونا بدون مقابله با جمهوری اسلامی و کنار زدنش و خود مردم اختیار رو به دست گرفتن ممکن نیست. این حرفا ما به این نمیزنیم که بگیم ما دیدی کمونیسم درست بود، اون بس بذاریم کنار. الان واسه تغییر واقعی اوضاع چاره ای نداریم جز اون اقداماتی که کمونیست ها و سوسیالیست ها همیشه گفتن. مصطفی، پایان برنامه رسیدیم، سعی میکنیم بحث رو میگم از جوانب دیگری هم ادامه بدیم. توی اینجا فقط یک بود رو تونستیم در موردشون هم نه به صورت کامل ولی صحبت بکنیم تا اندازه‌ای. اینجا میخوام که بینندگان عزیز از طریق راه های تماسی که در پایین صفحه میبینن نظرات خودشون رو در این رابطه برای ما ارسال بکنن. اونها چی فکر میکنن، با چه شرایطی روبرو هستن، میتونن تجربیات خودشون و نظر خودشون رو ارسال بکنن. تا برنامه بعدی، روزها و شبهای خوبی رو براتون آرزو میکنم.